وزیر خارجه جدید پاکستان که برای اشتراک در نشست بحران جهانی مواد غذایی سازمان ملل متحد به ایالات متحده سفر کرده است در مصاحبهش با آژانس خبری اسوشیتد پرس می گوید که ایالات متحده و کشورش باید مرحله تنش در روابطشان را که از موضوع افغانستان ناشی می شود پشت سر بگذارند و داخل یک مرحله جدید در مناسباتشان گردند بلاول بوتو زرداری دیدارش با وزیر خارجه ای ایالات متحده را برای بهبود روابط بین دو کشور امیدوار کنند دانست. پاکستان مست... ما معتقد هستیم که پاکستان باید به با تعامل خود با ایالات متحده در تمامی سطوح ادامه بدهد. ما باور داریم که این امر به نفع مردم پاکستان و امریکا است. افغانستان نیز عدم اعتماد بین دو کشور را افزایش داده بود. واشنگتن احساس می کرد که اسلام آباد برای تحکیم صلح پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از آن کشور تلاش کافی نکرده است ولی پاکستان تاکید دارد که برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان در حد توان خود تلاش کرده و خروج ناگهانی نیروهای خارجی را عامل برهم هم زدن روند صلح میداند با این باور هستم که روابط بین پاکستان و ایالات متحده در گذشته روی وضعیت در افغانستان بسیار پرتنش بود روی ملحوظات استراتژیک و جیوپولیتیک و حال فرصت آن است که روابط خود را بهتر و وسیع سازیم در زمان صدارت امران خان پاکستان تلاش کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان جهان را با تعامل با آنان تشویق کند آقای زرداری می گوید کشورش به عین پالیسی ادامه خواهد داد قطع نظر از اینکه چگونه رژیم بالای افغانستان حاکمیت دارد دیدگاه کلی احزاب مختلف سیاسی در پاکستان این است که مردم افغانستان نباید طور احساس کنند که بار دیگر تنها گذاشته شده اند وی تاکید کرد که جهان نباید افغانستان را فراموش کند و نیاز است تا به بحران بشری و سقوط اقتصادی در آن کشور رسیدگی عاجل صورت گیرد سقوط کامل اقتصاد افغانستان نه تنها برای مردم آن کشور بلکه برای مردم پاکستان و جهان فاجعه بار خواهد بود آقای زرداری افزود که در ملاقاتش با وزیر خارجه ایالات متحده روی افزایش تجارت به خصوص در بخش زراعت، تکنولوژی معلوماتی و انرژی تمرکز کرده است. مومن خان واحدی، صدای امریکا، واشنگتن.